دومین نمایشگاه مواد و مصالح ساختمانی به منظور آشنایی مردم با مواد ساختمانی با کیفیت در هرات گشایش یافت. در این نمایشگاه سه روزه حدود 60 نوع مواد ساختمانی که بیشترشان تولیدات داخلی می باشند برای بازدید کنندگان به نمایش گذاشته شده است. نثار احمد یاسینی مسئول اتحادیه مهندسان هرات میگوید که این نمایشگاه به هدف معرفی مواد ساختمانی استاندارد و قابل قبول به شهروندان برگزار شده است. هدف از برگزاری نمایشگاه مواد مصالح ساختمانی حمایت از تولیدات مواد مصالح ساختمانی است و به خاطر آگاهی عامه و از آن عامه را بیدارسازی در قسمت شناخت مواد و مصالح ساختمانی در ولایت هرات برگزار شده تا که مردم ما بشناسند مصالح با کیفیت ساختمانی تولید وطن خود از نزدیک ببینند. بر اساس معلومات اتحادیه مهندسان هرات، بیشتر مواد ساختمانی که در این نمایشگاه به دید عموم قرار داده شده تولیدات داخلی است که مواد آن در بیرون از کشور تهیه می شود. از سوی دیگر شماری از تولید کنندگان در هرات از مشکلات اقتصادی و نبود بازار و فروش برای مواد و مصالح ساختمانیشان شکایت دارند. با این حال غرفه‌داران خواهان حمایت بیشتر از تولید کنندگان برای رقابت با محصولات خارجی مشابه شدند. فعلا که دولت تقریبا خوب پیش آمدن و حمایت تا مقدار داشتن، ولی حمایت دولت بسیار الزامی می باشه برای تجار و شرکت های تجارتی، چرا که وقت حمایت دولت نباشه یا ای که مالیات زیاده داشته باشن یا ای که در عرصه گمرک ها سختگیری های باشه برای تجار، بسیار کار از اونا سخت میشه و نمیتونن که محصولات خود به سادگی و یا براحتی بیارن. با این همه مسئولان اتحادیه مهندسان هرات از ادامه ساخت و سازهای غیر معیاری در این ولایت ابراز نگرانی می کنند. نثار احمد یاسینی می گوید که بر اساس بررسی های این اتحادیه این احتمال وجود دارد که 10% ساخت و سازها در هرات به گونه نیمه معیاری صورت گرفته است. بر بنیاد آمار اتحادیه مهندسان هرات در حال حاضر بیش از 70 نوع مواد و مصالح ساختمانی در این ولایت تولید می شود که نظر به مواد ساختمانی وارداتی از کیفیت بسیار خوبی برخوردار است.